انتخاب اشکال با استفاده از ابزار سلک شیپ در نرم افزار موه و انیمه استودیو. تا این مرحله با گروه ابزارهای طراحی آشنا شدیم و در ادامه میخوایم با ابزارهای تعیین رنگ و پرکننده رنگهای اشکال آشنا بشیم. این گروه های ابزاری فیل برای پرکننده رنگ برای اشکال برداری مورد استفاده قرار میگیره که کار اون لایه های برداری، تغییر رنگ و ویرایش این اشکال رو انجام میده. با استفاده از ابزار سلک شیپ که حرف میانبر اون هم کیو هست، میتونیم یک یا چند شکل رو انتخاب کنیم. بر روی ابزار سلک شیپ کلیک چپ میکنم، مکان نما به حالت ابزار تغییر میکنه. با کلیک بر روی هر ابزار خواهید دید که اون ابزار به شکل شطرنجی تبدیل میشه و این به این معنا هست که شکل انتخاب هست. با کلیک بر روی هر شکل سلکشن یا انتخاب ما به صورت شطرنجی خواهد. فرق این ابزار با ابزار سلکت پوینت در این هستش که ابزار سلکت پوینت برای ما فقط انتخاب یک یا چند نقاط رو انجام میده، ولی ابزار سلکت شیپ کل شکل رو انتخاب میکنه و برای تغییر رنگ و رنگهای پرکننده یا خطوط اطراف اون شکل رو انتخاب کنیم و مورد ویرایش قرار بدیم. در صورتی که ابزار سلکت شیپ فعال هستش، شکل به حالت انتخاب هست و فقط کار انتخاب رو انجام میده. اگر بخوایم جابجایی رو انجام بدیم، ابتدا باید با ابزار سلکت پوینت تمامی نقاط رو انتخاب کنیم و یا تعدادی از نقاط و سپس با ترانسفورم پوینت اون نقاط رو تغییر بدیم و یا جابجاشون کنیم. پس ابزار سلکت شیپ فقط تغییر رنگ یا استروک یا خطوط اطراف رو برای ما انجام میده. بر روی این شکل کلیک چپ میکنم، در قسمت آپشن بار خواهید دید که تنظیمات مربوط به رنگی برای ما قرار داره. با فعال بودن تیک گزینه فیل میتونیم رنگ پرکننده رو برای شکل ستاره در نظر بگیریم و یا اون رو فعال یا غیر فعال کنیم. اگر در قسمت پلت استایل هم مشاهده کنید، با فعال کردن در قسمت نوار آپشن در قسمت استایل هم برای ما فعال یا غیر فعال میشه. اگر بر روی فیل کلیک چپ کنم، در پلت استایل هم این اتفاق میافته. اگر بر روی کادر رنگی فیل کلیک چپ کنم، در اینجا میتونیم رنگ پرکننده ستاره رو تغییر بدیم یا با استفاده از نوار لغزنده یک رنگ مناسبی رو برای این ستاره در نظر بگیریم و بر روی اوکی کلیک چپ کنیم. این رنگ پرکننده به این صورت برای ما تغییر شکل پیدا میکنه. همچنین با استفاده از کادر فیل در قسمت استایل هم میتونیم این کار رو انجام بدیم. بر روی کادر رنگی کلیک چپ میکنم، کادر محاوره کالر پیکر برای ما ظاهر میشه. با استفاده از نوار لغزنده میتونم رنگ پرکننده این ستاره رو تغییر بدم و به رنگ های دلخواه تبدیل کنم. بر روی اوکی کلیک چپ میکنم، با استفاده از آیدراپر میتونم آیدراپر رو با کلیک چپ پایین نگه دارم و رنگ‌های مختلف رو در صحنه یا در قسمت پلت سواچز با آیدراپر نمونه برداری کنم تا بر روی شکل قرار بگیره. با استفاده از گزینه استروک میتونم خطوط اطراف ستاره یا شکل انتخابی رو فعال یا غیر فعال کنم. با فعال کردن این گزینه در پلت استایل هم فعال و غیر فعال میشه. اگر بر روی کادر رنگی استروک کلیک چپ کنم و تغییر رنگ رو اعمال کنم و بر روی اوکی کلیک کنم، خواهید دید که خطوط اطراف هم تغییر میکنه. این کار رو با استفاده از پلت استایل و کادر رنگی استروک هم میتونم انجام بدم و با کلیک بر روی اوکی خواهید دید که خطوط اطراف هم تغییر کردن. با وارد کردن مقدار ویدث یا ضخامت خطوط اطراف میتونیم اونها رو نازکتر و یا کلفترشون کنیم و یا با استفاده از غلطک وسط موس و حرکت دادن اون خواهید دید که خطوط اطراف ضخیم‌تر خواهد شد و به این صورت میتونیم شکل‌های خاصی رو ایجاد کنیم. برای اینکه بتونم تغییرات رو بر روی شکل دیگه مثل شکل سمت راستی انجام بدم، اگر بر روی
این شکلی که چپ کنم خواهید دید که شکل اولی از حالت انتخاب خارج خواهد شد. برای اینکه دو تا شکل رو با هم انتخاب کنم کلید شیفت رو پایین نگه میدارم. تمامی شکل ها برای ما انتخاب شد، میتونیم خطوط دور اونها رو فعال یا غیر فعال کنیم و یا ضخامت این خطوط رو تغییر بدیم. شکل با هم تغییر ضخامت خواهند داد و میتونیم حتی رنگ پرکننده اطراف اون رو هم تغییر بدیم. اگر بر روی اوکی کلیک کنم، رنگ ها با هم تغییر کردن. برای خارج کردن از حالت انتخاب کلید Alt از صفحه کلید رو پایین نگه میدارم و بر روی شکل ها کلیک چپ میکنم. از حالت انتخاب خارج شدن. برای انتخاب مجدد بر روی اشکال کلیک چپ میکنم. با استفاده از کلید Delete و یا Backspace از صفحه کلید میتونیم اشکال رو از صحنه حذف کنیم و به این صورت اشکال رو مورد ویرایش قرار بدیم.